اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستنبئونک احق هو قل ای و ربی انه لحق بما انتم بمعجزین ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به و اثر الندامت رما رأب العذاب و قضی بینهم بالقسط که هم لا یظلمون الا ان لله ما فی السماوات و الارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. بعد از این که فرمود برای هر امتی پیامبری، وقتی پیامبر نازل شد، حجت بالغ شد، عده استنکار کردن و استکبار کردن، قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، هم اونها را به عذاب دنیا تهدید فرمود، هم به عذاب آخرت به عنوان ثم غیر للذین ظلموا ذوق عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون. در چنین فضای عده استنباع کردن که آیا این نبأ حق یا صرف تهدید، در پاسخ فرمود سوگند به خدا این حق است، هم با جمله اسمیه، هم با انه، هم با لام تأکید از سه جهت لفظاً این محتوا را تأکید کرد و هم از جهت سوژن که به ربی این را تأکید کرد و هم برهان و مسئله را ذکر کرد. از جهتی که جمله اسمیه است با انه همراه است، با لام تحقیق همراه است، این سه جهت لفظی. از جهتی که با قسم ذکر شده این هم تثبیت میکند جریان تأکید را، لکن به این قسم بسنده نفرد. کسانی که در برابر وحی قرار میگرفتن یا اون شامه را در درونشون حفظ کرده بودن، اون باصره را داشتن که حق را ببینن و اکتشمام کنن و شمی به حق در کامشون، در جانشون، در شامهشون ظهور کنن، اینها نیازی به هیچ یکی از این عناوین نداشتن، نه معجزه میخواستن، نه سوکن و نه دلیل. دلیل همون استدلال کلامی به حکمی است، معجزه که روشن است، سوگندم که معلوم. کسانی که از این قبیل بودن مثل بفیر مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این همین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعای نبوت کردشون قبول کردن. در همون خطبه قاضی است که بود دوباره که پیغمبر و امیر المؤمنین علیه و سلام و علیه و سلام فرمود یا علی انکه ترا ما ارا و تسمع و ما اسمع، چه افرادی البته جز اوهدی اهل ایمانن، اینها نه معجزه می طلبن، نه تعلیل حکمی و کلامی می طلبن و نه سوگند درخواست میکنه. رضا فرمود من اولین مسلمانم و این جزء مفاخر اون حضرت بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یک مفخر خانوادگی از امیرالمؤمنین به این بانوان که او اولین مسلمان است یاد میکنه. و به فاطمه زهرا سلام الله علیها هم فرمود به این که همسر تو اولهم اسلامنا، این اولیت یه سبق زمانی است، اون سبق زمانی خیلی کمال نیست، مثل این که اول کسی که وارد مسجد می شود اول کسی که وارد حسینی می شود، البته سبق مختصری پیش از دیگران دارد، اما یه سبق زمانی است. یه وقت است که فضا فضای تاریک است، هنوز روشن نیست که انسان از آثار گذشته دست بردارد یا نه، مسئله عقیده است، مسئله ایمان است، باید چیزی رو بعداً تأسیس کنند. فضا هم تاریک است، محیط هم آماده نیست. اول کسی که حق را به خوبی تشخیص می‌دهد، تن به هر خطری می‌دهد،
یه فضیلتی داره. بنابراین از اینکه بوشید مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه اول هم اسلامن است، از هر جهت فخر است. عمدان است که نه کار متکلم و حکیم را کرد، نه کار توده مردم را کرد که معجزه طلب باشند، نه کار افرادی که تو معنیله به باوری نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشتند. به عنوانی که او صادق امین است، اگر قسم میخورد قبول میشد. اینا گروه ممتاز بودن. بعضی ها با تعلیل عقلی مثل حکیم و متکلم اینا باور میکرد، بعضی ها معجزه طلب میشدن، بعضی هم به سوگند. زمام ابن ثعلبه ظاهرن جز این گروه بود که وقتی رسول خدا ادعا کرد و من پیغمبرم، اون آمد از قبیلش فاصله گرفت، آمد گفت من برم تحقیق بکنم ببینم چه خبر است. حضرت ادعای نبوت کرد، فرمود من رسول خدا هستم، مبدا اماد بازگو کرد. زمام ابن ثعلبه عرض کرد شون سوگند یاد میکنی؟ اون بعد قسم به خدا من رسولم، قسم به خدا قیامت هست، قسم به خدا مبدا هست. اینا درباره صوم و صلات اینا این باور کرد و ایمان آورد و به حضرت عرض کرد که من خودم هم مؤمن شدم و وقتی برگشتم اهل قبیله خودم را هم مسلمان میکنم، مبلغ شما خواهم. همچی که برگشت وارد قبیله خود شد گفت بعثت لات و العزا. اونا گفته چیه این بت‌ها را بد میگی؟ مگر نمیترسی که از اونا گزندی به تو برسد؟ گفته اینجا لا یزور و لا ینفع و بد یریان رو گفت و همه قبیله او هم مسلمان شد. اینا مردانی بودن که گفتن در تمام مدت عمر این شخص به عنوان صادق امین بود، دروغ نمی گفت، الان درباره مهمترین حادثه خبر می داد و سوگند یاد می کند. ما باورم لذا بعضی ها با صرف گفتن کسی دلیل نمی طلبیدن، خود این گفتن برای اونها دلیل بود. بعضی هم با معجزه، بعضی با برهان عقلی، بعضی با سوگند. در این آیه جریان معجزه را که قبلا مطرح کرده بود فرمود ما کان حضر قرآن و ان یفترا. اگر شما تردید دارید فعتو به صورت مثل که آیه 38 همین سوره بود که گذشت، این مال معجزه. درباره سوگندم همین است که ای به ردی نهو لحقون که سوگند. درباره تعلیل عقلی حالا شروع میکنم به برهان عقلی که این برهان عقلی را بسید مبسوط ذکر میکنم. فمود به یستن به اونه که احق هوه، قول ای این حق است و ربی قسم به پروردگار من انه لحق. اما برهان مسئله، برهان مسئله این است که او وعده داده. در انجاز وعده و عمل وعده نه نیازمند به متمم و مکمل است، نه مانعی سر راه او فرض می شود. بعضی هستند که اگر بخواهند به وعدهشون وفا کنند یا ابتداعا کاری انجام بدن، هم نیازمندن کسی اونها را تأیید کنند، هم محتاجن که مانعی سر راهشون نباشد. یعنی هم در تصمیم مقتضی متمم و مکمل می طلبند، هم در رفع مانع محتاجن که راه زن سر راه نباشه. ذات اقدس الهی برهان قائم میکند، میفرماید به این که چون اون که در جهان امکان یافت میشود سراسر ستاد الهی هست که لله جنود السماوات و الارض. قدرت الهی هم به کل شیء تعلق میگیرد، نامتناهی است، پس او به کل شیء قدیر است. از نظر نصاب قدرت و تمامیت قدرت محتاج به متمم و مکمل و معید و مظاهر و دستیار و اینا نداره، پس مقتضی تام است. مانعی هم فرض نداره، نه کسی نمیتواند مانع باشد. مانع یعنی بیرون از قلمرو به قدرت فاعل کسی بیا جلوی کار او رو بگیره. اگر ثابت شد که هر چه شی بر او صادق است، تو قلمرو ستاد او لله جنود السماوات و الارض.
دیگه فرض ندارد یک کسی مانع باشد تا خدا به او درگیر بشود او را از سر راه بردارد. مانع فرض ندارد، نه اینکه مانع هست و ضعیف است مانع را از بین میبرد. در جریان صادر اول اینطور است، در جریان مجموعه نظام آفرینش اینطور است. اگر لله جنود السماوات والارض کار را ذات اقدس اله اراده کرد، سراسر عالم ستاد رویند هم انجام میدن. لذا فرمود به این که او که در قدرت تام است نیازی به بیگانه ندارد، چون خودش قدرتش نامتناهی است. اولا بیرون از جهان هستی هم کسی نیست، بیرون از قلمرو آفریده‌های او کسی نیست او را در قدرت یاری کنه. پس به دو دلیل او در مقتضی بودن تام است، یکی اینکه قدرتش نامتناهی است، یکی اینکه خارج از حیطه هستی کسی نیست که او را یاری کند، چون هر چه هست هم مخلوق او است. از در راهزن و مانع و راد هم همین دو تقریر هست. بیرون از قلمرو خلقت او کسی نیست، چیزی نیست که جلوی کار او را بگیرد. درون قلمرو او که همه تابع اویم. فقال لها ولد عزیت یا تو ان او کرهن قالتا اتینا تائعین، نه تائعین، نه سماوات و عرض گفتن ما دوتایی میایی، سماوات و عرض گفتن ما هم همراه این اردو و هم میایی، هر چه در عالم هست میاد ما هم تابعیم. اون فعل تسلیه است، اما اون آخرش جمع است. قالتا اتینا تائعین، نه تائعین، سماوات و عرض گفتن ما با همراه همین اردو میاییم، ما هم تابعیم. بنابراین بیرون از جهان آفرینش که کسی نیست و رهزن باشه، درونم هم که هست تا او است و خاضع است و خاشه، فرض ندارد که ذات اقدس اله در کارش یک مانعی باشد تا حضرت بخواد او را بردارد. پس به دو تقریب مقتضی به نصاب تام رسیده، به دو تقریب مانع فرض ندارد. در چنین حالتی وقتی چیزی رو به اعداد وقوعش قطعی است دیگه، و قطعیت وقوع همان است که میگن انک جامع الناس لیوم لا ریب فی. این لا ریب فی در اصطلاح قرآن همان است که اگر بخواد به زبان روز ترجمه بشه میشه به ضروره، یعنی حتما، یعنی قطعا، یعنی بی تردید واقع میشود. اون ادله ای که از قدرت خدا سخن میگوید بیش از امکان بر نمیآید. خدا قدرت دارد، ممکن این کار رو بکند، اما حالا میکند یا نمیکند بحث دیگر است. اما اونجا خودش بعد داد خبر داد، گفت این لا ریب فی هست، یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو بگو انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، یعنی ضروری الوقوع است. در این مقام هم گذشته از این که معجزه را قبلا ذکر فرمود فأتوا بسورة مثله، سوگند را هم اینجا ذکر کرد و ربی انه لحق حق، حالا برهان مسئله را ذکر میکند. حب این که به ما انتم به معجزین، ما انتم نه یعنی شما مردم حجاز، یعنی ما سوای خدا معجز نیست. برای اینکه ما سوای خدا اگر بیرون از قلمرو به امکان باشد که چیزی نیست، شی نیست، لا شی است، درون قلمرو به امکان باشد که مخلوق اوست، لله جنود السماوات والارض، بنابراین فرض ندارد که چیزی رادع باشد، مانع باشد، معجز باشد، بخواهد قدرت خدای سبحان را تعجیز کند. و ما انتم به معجزی. اما از اون روز خبر میدهد، میفهمد به این که عذاب اون روز طوری که مشابه او در دنیا فرض ندارد. کسانی که در دنیا معذب شدن نظیر اصحاب اخدود که اونا را تو کانال آتش سوزوندن، اینا بالاخره در درون دلشون یه امیدی هست. اونای که موحدن میگن خب بر اساس لا تحسبن الذین قتلوا، ما یه آینده سعادت بخشی داریم. اونا هم که ملحدن میگن به اینکه خب تاریخ نسل بعد میاد انتقام میگیرد، همه این که نسل بعد میاد انتقام میگیرد یه مقدار اینها را روشن برای اینها امید.
حالا اگه وارد صحنه ابد شدن در قیامت، اینایی که در دنیا معذبن از یه طرف روزنه امید بخشی هم دارن، میگن چون حق با ماست، ما در پیشگاه تاریخ، وجدان تاریخ، نسل آینده سرفرازیم. همچه حرفی دارن، حالا یا وهم یا درست، به در درون اینها نهاده این شده است. ولی اگر کسی وارد صحنه قیامت شد، ابدیت رو ادراک میکنه. یک، بوسیدان خودش رو هم ادراک میکنه. دو، دیگه نسل بعد و تاریخ بعد نیست بیاد انتقام بگیرد. سه، عذابم روسوز و درونسوز از چهار و خاموشم نمیشد کلما قبض زدام سعیرا پنج جزا در پایان سوره پشم و یوم ازین لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسف و وساقه و احد. حالا ممکنه در دنیا کسی کاری بکنه، خودش کور بکنه، یه لحظه خودش کور بکنه، اما اون اوائل در رنجت بعد وقتی کوری برای او عادی شده قاه قاه میخنده. این اعما ها نیستن که قاه قاه میخندن. عذاب در دنیا دائمی نیست، ولو ممکن است کسی کور بشه برای مدت مدیدی، یعنی تا زنده از کور بمونه، ولی عذاب برای او، درد برای او دائمی نیست. لیکن در قیامت درد دائمی نه، اینکه کسی را اعما شد بگه رب لما حشرتنی اعما. هر لحظه‌ای که بر او می‌گذرد مثل لحظه آغازین کوری اوست که درد می‌کشد. لذا طرزی در قیامت کفار و منافقان معذب می‌شوند که نمونه از اونها در دنیا فرض ندارد. فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. برای اینکه این به جای امید ندارد و حقاً بر او روشن شد و با ابدیت درگیره. لذا که فرمود اون روز نه ضابطه است، نه رابطه است، نه کارهای کفاره است. ضابطه دنیا اینه که آدم اگه چیزی رو احتیاج داشته باشه از راه بیع، صلح، یکی از عقود اسلامی، مزارعه، مزاربه، مساقات، اجاره، مانندان تأمین میکنن. فرمود در قیامت چیزایی نیست، این ضوابط تجاری نیست، لا بیع اون فیه. این بیع نموداری از ضوابط اقتصادی است. آدم در دنیا هر چیزی را احتیاج دارد، بالاخره یا از راه خرید و فروش یا از راه اجاره و سر یا یکی از عقود دیگر تأمین میکنه. اونجا از این قبیل دادستدادا نیست. این ضوابط، ضوابط دنیایی. ولا خلتون، گاهی ممکن است که انسان از چیزی را از راه خرید و فروش تأمین نکند، ولی از راه ضوابط دوستی از دوستانش بگیرد، بالاخره دوستی به او هدیه کند، به او ببخشد، مشکلش برطرف بشه. همون دوست بازی هم نیست اونجا، چون لکل امرین من هم یوم ازن شعن و یقنی میمونه. مسئله شفاعت که شفاعت مال کسی است که مرد تضاد اینه باشد، شفی باید به اذن خدا شفاعت کند، مشبون ده باید مرتضد دین باشد، زمینش در دنیا فراهم کرده باشد که برای اینه. میموند مسئله کفاره و فدا و اینا. در دنیا آدم اگر یه جنایتی کرد، بالاخره کفاره میده، فدیه میده، دیه میده، مانند اون خلاص میشه. در آخرت چیزی ندارد که به عنوان کفاره بده، ولی اگر هم داشته باشد کفاره و فدیه و معادل پذیری اونجا قبول نیست. اونجا نظام شریعت هم نیست، همونطوری که نظام طبیعت نیست، نظام شریعت هم نیست. در دنیا بالاخره هم نظام طبیعت هست، هم نظام شریعت. انسان یا کار میکنه، مشکل خودش از راه کسب فراهم میکنه و مانند اون، این کار طبیعی. یا اگر یه تبهکاری مرتکب شده است، با کفاره دادن، معادل دادن، مستقیه دادن مستخلص میشه. اما اونجا هست که کفاره نمیگیرن. ولا یؤخذ منه عدل ولا فدیه. این نظام شریعت مال دنیا است. اونجا را کسی کفاره بده، عدل بده، معادل بده، نجات پیدا کنه، این چنین نیست. حالا این شخص یه چیزی ندارد که برپردم داشته باشد، چون نظام شریعت و کفاره و عدل پذیر نیست. اگر همه زمین مال او بود و میداد و میخواست نجات پیدا کند، از او قبول نمیشد. ولو ان لکل نفس ظلمه، ظلم به دین خدا و به خلق خدا وقتی کیفر در دنیا ندیده باشد،
به قیامت منتهی شده باشد، طوریست که اگر چنین ظالمی همه زمین مال او باشد، حاضر است فدیه بده، کفاره بده، اما کسی قبول نمی کند. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، اما البته لا یؤخذ منه، فدیه قبول نمی کند. لا یؤخذ منه عدل ولا فدیه ما. البته بخشی این از مفسران این رو به عذاب دنیایی هم تطبیق کردن، چون اون روزی که ذات اقدس اله از باب سخرها لبس ارهستند علیه یا رسمات ایام یا خسف نام بهی به دار الارض و مانند اون فرام رسد، در چنین مقاطعی هم که عذاب معجزه گونه است، باز هم فدیه و عدل قبول نمی شود. نظیر جریان فرعون که غشیه هم من الجمع ما غشیه هم، اون هم همینطور است. ولی این تعبیرات به تعبیرات قیامت مناسب تر و اثر رو ندامه، و اگر چون چه این عذاب در دنیا باشد، اینا برای اینکه از شماتت دشمنان نجات پیدا کنند، اون پشیمانی رو ظاهر نمی کنند که از روانی عذاب نبینند. اگر در آخرت باشد، در برابر کسانی که اونها رو می شناسند باز اون ندامت رو اظهار نمی کنند، و اگر نه در یه محیط شناخته شده ای نباشد، این اثر رو روانی از هر رو گفتن، چون اعتراض گفتن از لغت ازداد است، هم به معنای راز نگهداری، سر نگهداری به کتمان آمده، هم به معنای اظهار آمده که از لغت ازداد است. اونگاه اثر رو ندامه، یعنی اظهر رو ندامه. به هر تقدیر در روایت هم مسئله اصرار ندامت به این تعلیل شده است، مخافت شماتت الاعدا، اینا اون ندامت را کتمان می کنند. پس اولین حکم این است که لو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، دوم این است که به اثر اون ندامه لما رأوا العذاب، سوم این است که بغضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. این حکم دنیا هم هست، حکم آخرت هم. خب برهان مسئله با این تمام نشده هنوز، برای اینکه اون بخش ستادی رو با ذکر بفرماید. اینکه فرمود از شما بر نمی آید که جلوی قدرت خدا رو بگیرید و با انتون معجزین، درست است. اما این باید خوب شفاف بشه که چرا هیچ که نمیتونه جلوی قدرت خدا رو بگیره. فرمود الا ان لله ما فی السماوات و الارض. خب اگر تبارک الذی بیده الملک است، اگر لله ما فی السماوات و الارض است، بیده ملکوت کل شیء است، پس نتیجه است که لله جنود و سماوات و الارض. اگر سراسر عالم ستاد الهیان و تابع الهیان و خاضع و خاشع است، فرض ندارد که کسی جلو قدرت او را بگیرد، که پس مانع فرض ندارد. الا ان لله ما فی السماوات و الارض. حالا که این چنین شد، الا ان وعد الله حق. او از اون جهت که رب است، حکیم است، بالاخره باید حساب و کتابی در کفارش باشه. هر کسی هر چی بکند و در درونش نگه بدارد و روزی ظاهر نشود و او پاداش یا کیفر نبیند، که میشه عالم لعب و لعب. همون ما بازیگر نیستیم که بازیچه خلق فن کرده باشیم. ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما دائمی، یا ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما باطلا، ذالک ظن الذین کفروا. اینا لعب نیست، بازی نیست که ما یه سفره فن کرده باشیم بعد جمع بکنیم. و الارض قبضت و یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. و الارض کیف ستحت. حالا ما این سفره پهن کردیم، همه روز این سفره زندگی میکنن، بعد بل ارزو قبضت و یوم القیامه، این بساط خلقت جمع بکنیم و دیگر هیچ. نخیر، بساط خلقت جمع بکنیم که دوباره از نو تر رایی کنیم و تر کنیم، برای اینکه این همه کارهایی که مردم کردن حساب کتابی دارد دیگر. من یعمل مثقال ذره خیر باید باشد، من یعمل مثقال ذره شر باید باشد، همه باید حساب باشد. پس وعد خدا حق است، چون لله ما فی السماوات ما فی الارض. اینا که دشمنانی که نسبت به ذات اقدس اله اظهار عداوت میکنن، من کان عدو من لله و ملائکته و جبریل و میکائیل، اینا که در برابر ذات اقدس اله موضع میگیرن،
خدا باید بفرماید به اینکه تکوینن که شما جز مأموران مایید. حالا که متوجه نمیشوید بدانید که قدرت ما فوق قدرت شماست. این بیان نورانی هست، امیرم بارها نقل شد که حضرت فرمود اگه خدا بخواد کسی رو بگیرد که از بیرون لشکرکشی نمی کند، که همون شخص رو با زبان او و دست و پای او میگیره. فرمود وعلم عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. اگر کسی را خدای ناکرده ذات اقدس الهی خواست بگیرد، با دست او، با زبان او، با پای او میگیرد، یه حرفی میزند گرفتار میشود، یه چیزی را امضا میکند گرفتار میشود. لازمی است لشکرکشی بکند. همیشه ارسلنا مثلا طوفان باشد یا سخرها علیهم سد علیال و سمات علیان باشد و مانند اون که با پای خود یه جایی میرود همونجا گیر میکند، با دست خود جای چیزی رو امضا میکنه که گیر میکنه. همون اعلم و ان جوارحکم جنوده. خب اگر این است دیگه شما دلتون میخواد فرشتگان را از جای دیگه بیاره. حالا البته گاهی این چنین است، فرما ساقه هست، شهاب سنگ هست، امثال دارک هست، ولی گاهی انسان کارهای افراد عادی را با زبان خودشون میگیره. این فرض ندارد که در برابر قدرت خدا کسی بتواند بگوید من. منتها اونا که خدا رو نشناختن دشمنی میکنن، من کان عدوا لله و ملائکته و میکال به جبرئیل و فرمود بدانید یعز الله فوق ایدی. خب الان ان لله ما فی السماوات و الارض الان ان وعد الله حق. اون چرا که او خبر داد که یقینی لارده فیه، اون چرا وعده دار در امکانش تردیدی نیست، و قیامت خبر خداست و بهشت و جهنم خبر خداست و بهشت وعده الهیست که تخلف پذیر نیست، برای یه عده عذاب وعید احتمال عفو و برای دم اصلا احتمال عفو نیست. لا یخفف عنهم و ما نه زده. خب فرمود اینا چون ولیکن اکثر هم لا یعلمون، اینا چون قدرت خدا را درست نمیشناسن، خیال میکنن که خدا اولا معاذ الله نیست، بر فرض هم باشد نظیر قدرت های دیگر در برابر او موضع میگیرن، میگن حالا خدا هست شما بکنن یکی وام یکی ما. اینا که در برابر ذات اقدس اله باور نکردن میگن ما جلوی تسلیم خدا رو میگیریم، اگر نیست اگر هم باشد ما هم با همین ابزار فنی جلوی اراده او رو میگیریم، در حالی که ابزار فنی از ستات او و از جنود او محسوب میشدن. ولیکن اکثر هم لا یعلمون، بسیاری از اینا گرفتار جهل خودشونن، اینا نه جهان بینی دارن نه انسان شناسی دارن، اصلا نمیدونن کجا آمدن و کجا میرون. این که تصمیم هاشون عوض میشه کی عوض میکنن؟ عرفت الله به فصل العزائم و نقض الهمم و حل العقود رو کی تصمیمشون عوض میکنه؟ ولیکن نکرهم لا یعلمون. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. احیا به دست اوست، اماته به دست اوست، به همون اون مبدعی که شما را آفرید مراجعه میکنید، نجاتی. وقتی رفتید اونجا میبینید به وطن اصلیتون رسیدید، همونجا بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که هر کسی فرزند کسی، در شناسنامه هر کسی نوشته فرزند کیه، شما حقیقتا فرزند آخرتید، برای که از اونجا متولد شدید آمدید و به همونجا برمیگردید. لذا کونو مبنا الاخره و لا تکونو من ابناء دنیا. شما که از خاک نیامدید، که از این زمین که بر نخواستید، که از جای دیگه آمدید و همونجا هم برمیگردید. فرمود و یحیی و یمیت و الیه ترجعون. الحمدلله.